الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حضرت امام شافعی فرمود مردم ستاره های آسمان خوشرو می بینند ولی تنها آدمان هستند که به واسطه این ستاره های راه می یابند. همین ستاره ها قطع آدم گپ می زنند. اگر رای همیو را دانی در زمان های پیش نویگاتر مردم ستاره ها بود و واسطه ستاره ها در بحر در صحرا و در که چی می رو مردم اکتای راه می یافتند. بعضی آدم ها بود است که به واسطه آنها ره می یابند که به واسطه آنها به مقصد می رسند. شما ای مردم مسلمان همی خیلی هستید، موعظه و حکمت و پند و قرآن زیاد در هر روز می بینید می آموزید، اما تنها آدم های هستند که دانه دانه هدایت می یابند. ستاره را همه می بین عزیزان، نگه هر آدم ستاره شناس شده نمی تواند. ستاره را همه درک میکنند، مگه همه آدم ستاره را یافته نمیتونند. مقصد چند؟ امروز با واسطه ستاره ها و واسطه گردش ستاره ها چرا معلوم میکنند؟ قبله را. چرا معلوم میکنند عزیزان؟ قبله را. در آسیای میانه با واسطه افتاب قبله را معلوم میکنند. افتاب کجا میشینند؟ طرف افتابشی قبله ایدن بود. در اینجا افتابشی نیست قبله. در آسیای میانه با واسطه افتابشینی قبله را معلوم کردن. آدم های هستند که با واسطه ستاره و افتاب و ماتاب قبله معلوم میکنند. ما را میگن که من قبله همین طرف هست. ستاره ها را ما میبینیم. ستاره های هستند که قطعا گپ میزنند. ستاره های هستند که رمزن. هفتادران میگم. اگر دیدگی باشد سله هست. ستاره های هستند که دوبی اکبر رنگ خیرسی بزرگ هست. ستاره های هستند که دانه دانه که از اونها گردش های هندسه و اریتمتیکی را معلوم میکنند. اکثریت نقشه زمین در آسمان هست. اگر یک مراتبه در علم هندسه نظر کنی عزیزان، در علم هندسه یک چی نمیگن علم هندسه که ما او را گیومتری میگیم. هر چیزی که علمای هندسه او را معلوم کرد نقش آسمان هست. وقتی که حرکت دورخوری زمین، حرکت سکنجه ها، حرکت چارکنجه ها، حرکت رومبیک ها، حرکت دیاگنال ها، این به گیومتر اگر نصف کنگی باشه همه همین ای آسمان علما گرتگر در زمین برنامش کردنگی هم گروش خطی راست، گروش سکنجه، چه سکنجه ها رو کنجوش هم علامه کنی چه خیلی اون نوان گرد نوست بشود. همه این نقشش بیستو جای عثمان هست. عثمان یک سیر هست که در داخل او تمام زندگی ما هست. اما امام شافعی در این بزرگیش گفته که مردم ستاره ها را میبینم همش مشاهده میکنم. میگه کم آدمی در کار که ستاره را بینه و قبله را معلوم کنه. کم آدمی در کار که در درونی بر با واسه کمپاس میرفتن هم کمپاس ها را میدونید. اما کمپاس چه معلوم میکردن که ما به طرف شمال رفتیستیم یا به طرف جنوب رفتیستیم یا به طرف دیگر جای دیگر چقدر معلوم میکردم و واسه گردش ستاره ها. ستاره ها چقدر برای ما گردشان دارن. ستاره ها چقدر قطعه آدم ها راز میگن. گفته امر معروف و موعظه و قرآن هم همین هست. ای منبر یک 20 مینوت صحبت میشود خشاب حال آدم هایی که ایدرین همین ستاره را یابن هدایت یابن. 7 میلیارد انسان ستاره را میبینند. اینکه ای داخل اینها دانه دانه آدم های هستند که ستاره را شناسند فهمند. 1000 آدم از چین نمیوید، 1000 آدم اینستیتوت میروند، 1000 آدم اونیورسیته میروند. اینکه یک دقیقه آدم شایسته میشود. یک دقیقه اونها آدم چی میشوند عزیزان؟ شایسته میشوند. آدم ارزنده میشوند. برای همین اکنون برای ما اهل توفیق اهل هدایت وقتی مسجد می بیاییم، وقتی دانشگاه میریم،
وقتی مکتب میریم، وقتی جمعیت میدرویم، باید مو هم رنگ ستاره شناسا دانه دانه فهمیم که در میگه چی که به رنگ ستاره باره گیره. خیلی آدمی در کاره که معنی که پورا فهمه و این موعظه ها را درک نه، هدایت هم همیه. ما گمان نکنیم که همه آدم ها این موعظه هدایت بیابند. اگر همه آدم این موعظه هدایت بیاب، دنیا خیلی سنی جیرم شکست میشه. چی خیلی که این روز اگر صد آدم ستاره با چشم سر بینن، 99 تا همین اهمیتش نمیدید. سخن نیک، سخن خدا، سخن رسول، گپی ها، علم، فن، درس، رنگ ستاره. اگر همه را اهمیت نمیدی، افسوس. رنگ دیوار بسیاری اون میشینه میبره میره. رنگ دیوار هم که میشینه میخزه میره. نه، یک گپ، دو گپ حتما قبول کردن. ای بای برای آدمه که ای هر یک گپی نیکی که میشه یک تشمالی نکنه در زندگیش. برای همین یه حضرت گفت است که شما نیز چنین هستید، حکمت و موعظه رو می آموزه، می خونه، می فهمه، می گفته استیم. ای تاریخ تمام تارنامه های اینترنتی موعظه رو مردم گوش میکنن، خیلی نقل گوش میکنن، اما تنها کسی است که به وسیله اون هدایت یابد. تنها آدمی هست که با واسطه اون هدایت یابد. آدم های هدایت یافته به حد رنگ ستاره شناسا کم هم. خوشا به حال آدمی که ستاره را شناسد، خوشا به حال آدمی که عبرت گیرد، خوشا به حال آدمی که او در جامعه مون نمونه باشه و نمونه شود. خوشا به حال باشه، با او عمل کنه، با او زندگی شود. خواب اهمیت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم هنگام خوردن غذا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که دسترخوان پهن می شود چهار تا ملائک حاضر می شود. وقتی که دسترخوان می پرتوختیم سر دسترخوان مسلمان در چند تا ملائک می آمدند؟ چهار تا ملائک می آمدند. وقتی که چهار تا ملائک در شکم مادر هم به چند حرف می نویسن؟ چهار تا. وقتی که ما غذا می خوردیم عزیزا، چهار تا ملائک می آمد است. چهار تا ملائک می بینید چکار می کردن اینها؟ هنگامی که بنده بسم الله الرحمن الرحیم می گویم، ملائک ها می گفتن خدا بنده در غذای این بنده ها برکت ده. ملائک که یکان می جزدن گناه نمی کنم. آدم و مخلوقات اگه گناه نداشته باشند دعای من تیز میگیرم. وقتی آدم بسم الله میگوده دراز میکردن چهار ملائکه ای بودیم که دعا میکردن خدا رزق شد در رزقش برکت ده. وقتی که در همونجا شیطان اگر ملائکه ها میدیدیم میگفتیم که ای فاسق از این دسترخوان دور شو، تو دیگر در این دسترخوان قدرت نداری. زمانی که اهل دسترخوان در آخر غذا اگر الحمدلله گوان، ملائکه های خداوند میگفتن خداوند حق نعمت های تو شکر شب جا آورد. همیشه برکت در مغز، در تمام در تمام وجود خاندان اینها عطا کرد. ولی اگر بسم الله نگویند ملائکه ها دور میشیدن، ابلیس نزدیک میشیدن، قطعی اونها در خوراکشان شریک میشدن، هم برکت دفع میشدن، هم حرمت دفع میشدن، هم عزت دفع میشدن، هم مهر. شما اگر یه موضوع اهمیت داشتگی باشه، همین غیر مسلمان ها بهترین دسترخوان ها دارن، لیکن نگو که نگو این ها به یکدیگرش مهر ندارن، این ها محبت ندارن نسبت یکدیگرش، حرمت قائل نیستن، حتی که به درجه به حرمت هم که پدرها شما خانه ها شما آوردن زنه بوده در اشخانه چای میدن این همونجا بیسیل بکنن. اکثریت زندگی اروپا زمین شده گیر مادرش خانهش میبیار، زنش غیر خسرش خانهش میبیار، مگه خانهش نمیبیارن همین در بوده در اشخانه همونجا بیسیل میکنن. این خسر حرمتکنی، امکی حرمتکنی، تقوی حرمتکنی، خشنمان حرمتکنی، اوچه حرمتکنی، یانگه و دیگر حرمت کنید، این برکت بسم الله بوده، بسم الله برکت می داده.
نامه را به بسم الله نخره و میگفته که ملائکه دور میشنه شیطان نزدیک میشده قدیشان میخورده قدیشان میآشامیده به مهری را به برکتی را تخم شده همونجا میکوریده ولی قدر نعمت ها را که نمیدونستی این انسان اگر هر روز خوراک لذیذ هم میخورده نه که سیر شدی نمیشد ادم سیر نمیشده ما میدونیم که بسیار من شرایط های خوب های امروز آقاد های نغز هم میخوریم این خیلی آدم در کنه سیر شد یکی از سبب های سیر نشدن چه بده عزیزان؟ به بسم الله خوراک خوردن امیرالمومنین عمر رضی الله تعالی عنه کسی که غذا میخورد نام خداوند را در وقت غذا اگر میبرد یا فراموش میکرد یا که خداوند یاد میکرد حضرت فرمودیم هر شخصی که اگر در وقت خوردن طعام بسم الله نگفته باشد بسم الله را باید بشه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت کسی بسم الله نگفت نام خدا را نیاورد او را در زبانش بیاری در فکرش بیاری چی به حضرت زیرا اینکه هر کسی که آب نوشید هر کسی که خوراک خورد هر کسی که اگر تناول را دهن شما نعمت ایمان او را جبید خواهید او را قطر به بسم الله خورد این دانسته باشد که به برکتی را پروردگار در روح و جسم او میتیم یکی از به برکتی ها همین هایی که ما ترک سنت رسول الله زیاد میکنیم نه لباس پوشیم و نه ششتن هم و نه گشتن هم و نه خوردن هم و نه خسن هم و نه همسایه داری هم و بسیاری کارهای ما سنت رسول الله درست نیومده است سببش چی بوده؟ اکثریت کارها ما به بسم الله بوده حضرت گفت است که اگر شما یک آدم را ببینید غذا خورده است آب نوشیده است یک کار کرده است بسم الله نمیگه تعلیم شده است بسم الله را بلند گفتنش در همه حالت سنت بود هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است هم سنت صحابه بزرگ خب اینم تعلیمات از آثار صحابه برای ما و شما برادران که قول امیرالمومنین فاروق اعظم بوده است که کسی که بسم الله را فراموش میکنه التماس رسانش را یادش زیرا که آدم را ببرکت میکرده ببرکت چی هست؟ پول هست نمیدونی کجا میرود قوت هست نمیدونی کجا میرود یکی از برکت های این همه قوت هم این هست شما نگاه کنید بسیار انسان ها قوت را در جنگو صرف میکنن در یک جنگوی که حرام هست علم در یک قرای صرف میکنن که حرام هست دونه شما خدا کنه اونجا شما برو برکت چیزی را میگن که برادرها چیزی را در جای خودش مصرف میباید مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غذا میخورد و تا آخرین لقمه غذا خورد و بسم الله نگفت هنگام خوردن لقمه آخر خورد و گفت بسم الله اوله و آخره در آخر گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت فرمود شیطان من دیدم قدید این مرد یک جای خراب میخورد وقتی بسم الله را در آخر خرابش خورد دیدم شیطان چیز قدیش خوردگی بود همه قی کرده است بشه گره خورد بسم الله الرحمن الرحیم یکان نعمتی بوده که حتی لقمه ابلیس ایدانش به قدیمه بوده ما در لفظ حدیث داریم که هر کس گوه بسم الله اوله و آخره به بسم الله خوراکو را نخری عزیزم به بسم الله تورت سر نکنه به بسم الله خانه ها ندروی به بسم الله سلام نکنه بسم الله مبری موهای هر ماشین به خودش تمغه داره آفلش علاهیدن مرسدسش علاهیدن بیویش علاهیدن لدش علاهیدن همش لگتیف داره در پیش شما لگتیف مسلمان بسم الله الرحمن الرحیم این فیرم الهی را مبر شد شیم ما مالا میکشم بسم الله میگیم خراک مسلمان گوشت مسلمان گوشت مسلمان میخوردگی خراک مسلمان میخوردگی باید همش رنگ بسم الله داشته باشه شیم ما در وقت مالا سر شبریدن بسم الله میگیم برای آن که نیروهایی که بسم الله دارن تأثیر او در وجود گوشت همون حیوان به راه میرسن
بسیار چیزی بزرگه. به بسم الله یکم کورا سر مکن عزیزا، تعلیمات ما، زندگی ما بسم الله رحمت الله. در روایت آمده ای سفیانی ابن عیینه گفت با حضرت گفتم چی گونه بر خوراک ها نام خدا را بریم؟ گفت حضرت پرسیدنش سفیانی ابن عیینه را چی خیل در خوراک خری نام خدا را بریم؟ در یک دسترخوان میشینیم که ممکن ده نمود خوراک برد، در یک دسترخوان میشینیم که 20 نمود خوراک برد، و هر یک که بود ما بسم الله گویم علایده علایده یا یک بار گویم. وازی شکرانه پروردگار دولت زیاد شده، نعمت زیاد شده، در بعضی خونه سه خوراک همه بیارم، نام زیاد شده، محصولات زیاد شده، هر یک تشد دانه دانه گویم به حضرت یا یک بار گویم. حضرت در جواب چه گفت؟ اگر فراموش کرده در اولش، اگر فراموش کرده در بین خوراک، اگر فراموش کرده در آخر خوراک، حتما بگوید. چرا گویم حضرت همه خوراک های دسترخوان در بر گیرد؟ گوید بسم الله اوله و آخر، به نام خداوند از اول تا به آخر چیزی که در دسترخوان هست همه صد نمود انواع را در بر میگیرد. یک بار همی را گوید که بسم الله برای همش درست میشنه که همه یه دیگر ساخت میشنه که شما استفاده برید. بسم الله چیزی بزرگه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کل امرین زیبالین لم یبدع بی بسم الله فهو ابترون. هر کار امت من میکنه، کاری که در این دنیا اجرا میکنه، در اولش بسم الله نباشه کارش ببرکت داره. چی کار میکنه عزیزا و بسم الله سرکه؟ بسم الله چیزی بزرگ است. بسم الله شعار دینی ما است. بسم الله آبروی ما است. بسم الله دینی ما است. بسم الله با بسم الله نماز ما صرف می شود. برکت بسم الله چیزی بزرگ است. هیچ محل از یاد نبره بسم الله را همه ما. باقی اصل ربا که در تمام عرب معروف و مشهور بود، بحث ما ربا است، آیه رقمی 281 سوره بقره. اکنون معلوم شد که ربا مشهور و معلوم بود در عرب و صحابگان بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را ترک کردند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم قانون آن را به اجرا گذاشتند و در خطبه حجت الوداع آن را اعلام کردند. وقتی که آیت های ربا آمد، همون روز صحابگان بزرگ فهمیدند که ربا حرامه، همون روز بسش کردند. همون روز صحابه که فهمیدند، همون روز بسش کردند. پیغمبر در خطبه حجت الوداع، حجت الوداع آخران حج رسول الله هست، پیغمبر خدا این حج کردند، بعد 6 ماه از دنیا گذشتند. در این خطبه رسول الله حرام بودن ربا را چکار کردند؟ معین کردن و بیان کردن. همون روز ربا حرام شدنش در جامعه اسلامی آن دوره تا به امروز معلوم شد. امکان ندارد که حضرت امیرالمومنین فاروق اعظم در آن یکان مشکلی ایجاد کردگی باشد، یکان اشتباهی داشتگی باشد. باز امیرالمومنین عمر ابن خطاب در آن صورتهای ویژه که با مشکلی روبرو شد، حل آنها را چنین بیان فرمود که هر صورتی که در آن شبهه ربا باشد آن را باید ترک داد. قسمتی از علما میگن که حضرت امیرالمومنین عمر ابن خطاب در زمان خلیفگیشان نسبت پرسنت کمتر به مشکلی روبرو آمدگی بودند، زیرا که پرسنت در چی بود است؟ اصلا در اون زمان در دادگیری چی بود عزیزا؟ پول. که اون اسلام چی میگن؟ قرض. مسئله دین در دادگیری قرض او را با من میگم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخران آیتایی که در قرآن آمد آیتای پرسنت بود. برای همین دین ما در پرسنت چیزی مهم است. قسمتی از علما میگم در کتاب هاشان که حضرت عمر در زمان خلیفگیشان به همین ربا کم ترک چی شد؟ در مشکلی دوچار شد، در اشتباه غلطی.
اما صاحب این کتاب آورده گفتن نه، در مشکلات نیومد. مشکلات حضرت عمر چی شد؟ هر آن مسئله ربا را وقتی که حضرت فکر و تحلیل میکرد در وای ذره دو دیله میشد شبه هم میکرد، او را باید پر میکرد. تمام همی ذره شبه هم میکرد، حضرت عمر چی میگفت؟ پر کشید چخشش شد، برای که آخر عمر رسول الله در ربا آمده گرد، معلومه که چیزی مهم هست و احتیاط شد، از او دور شدن در کار. اما حیرت در این جاست که کسانی که از ظاهر فریبنده کشورهای اروپایی شدن دیگر شخصیت و سرمایه و اصل قرار گرفتن، ربا در نظام تجارتی فعلی امروز چقدر در اوج علا حرکت کرده است. آنان نتیجه این گفتار امیرالمومنین فاروق اعظم را چنین فهمیدن که ربا امر مجمل است. مجمل چی است؟ محتاج به بحث است. باید راه شیوان اجازت شدیم بعضی بخشوش است. گفتن حضرت عمر چی؟ همه حالتا به مشکلی دوچار شد، یعنی که مقصدی همین سخنهای رسول الله را نفهمید. معنیش همین است. امروز اکثر علمای علم اسلام میگه به همین هم که اجازت میتین ریباهای بانکره. چی با؟ میگه حضرت عمر هم به مشکلی چی شدگی بود؟ گرفتار شدگی بود. این محتاج به چیه؟ محتاج به بحث هست. باید بحث شود که ریبا در کدامیش درست هست، در کدامیش درست نیست. در روزه ریبا میگه ولی هم بحث هست. باید بحث شیاب هم. زیرا این که در زمان حضرت عمر هم میگه حال شیفتگی نبود. گفتن قسمتی از علما این گفت هم بگفتیم. زیرا اینکه بانکوی اروپایی امروز خیلی در یک اوج رواج کلون هم. بانکوی مسیحیت امروز خیلی در یک اوج رواج کلون هم. برای همین این شخصیت ها در کتابش آوردیم که ربا حالی هم در روزه بحث هست، کدام بخشش اجازت یا اجازت نیست گفتن. حالی هم میکنم مردم در یک دیدیلگی هست، اکثریت بخش های کریدیت هم یادن. بنابراین جای آن دارد که مجتهدین در آن باید بحث کنن، علما باید بحث کنن برای اظهار اشتباه این نظریه. باید کوشش کنند که این فکر شبهه بودنش را معلوم کنند. بسیار دلیل های دسترس در دست هست. ابن عربی در احکام القرآنش آورده کسانی که گپ امیرالمومنین عمر فاروق نفهمیدند که او چی به مشکلی دچار شدگی بوده، اینها آیه های ربا را مجمل میگن. مجمل یعنی خفی پوشیده. چه گونه ای که آیه هایی که در مسئله خرق بحث میکنن خرق الله جل و علا شانه یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. زنهایی را که شما طلاق میدید در نفسشان سه خرق بپایم. خرق نزد حضرت امام ابو حنیفه آیت مجمل به حیض میرود، نزد حضرت امام شافعی به طهر میرود. همین خرق در بحث میشود. ما را مذهب و زمان را وقت طلاق دادیم سه حیز میبینه، بعد سه حیز ایده شکار میکنم میبرایم. نزد امام شافعی ده سه تازگی میبینم. اینا هم آیت های ریبا را رنگ همین شبه چی گفتیست یا خوشیده خفی گفتیست یا میگه که ابن عربی که کسایی که گفتن که حضرت عمر آیت های ریبا را مجمل گفت پوشیده گفت باید بحث شود کدام قسمتش اجازت هست کدام قسمتش اجازت نیست. گفتن بحث و بر وقت حل شیفتگی شما کشاکش نکنید. ما ایره یک تا به یک تا گفت بیان کردیم. خب گفت ابن عربی را از درس دیگری من انما زعما انا حاضر آیت گفتن. ما بحثمون در درس دیگری ما با شما بیان میکنیم که گپ حضرت عمر تا چه اندازه در اون روز حقیقت داشت و مشکلش چی بود و اشتباهش چی بود. ما یک باید چیکار میکنیم؟ بیان میکنیم تا اینکه ما این وبای عصر این مسئله ربا را بررسی کنیم و حقیقت شم هم خمان فهمیم عزیزو هم با شما چین خدا توفیق میدادگی فهمونیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.